هنوز راجبش حرف نزدیم، میخوایم وارد مبحث بشیم، ولی فعلا معنی لغویش اینه که شرح روایت کیس. خب و الان با هم میبینیم که این چی هست، راجبش حرف میزنیم و بعدم انشاءالله شما یه دونه مینویسیم که دستمون بیاد که در حقیقت این قصهش چیه، همین قصه کیس. امروز با هم میخوایم بگیم کیس نریتیو چیه، چرا باید کیس نریتیو بنویسیم، چه چیزایی رو باید توش بگنجونیم، اصلا رایتینگ استایلمون چی باشه. من یه سری جمله در حقیقت استاندارد خدمتون گذاشتم که شما اگه بعدن خواستین اینو بنویسین دیگه نگران نباشین، از تو همون فرمت جمله فقط دیتای خودتون رو جایگذاری کنید و راحت بنویسینش. اگر اطلاعات فالوآپ داشتین چطوری اونو مرج کنین با اون کیس نریشنتون و چطوری توش گزارشش بدید و در حقیقت چالشاشو با هم یه ذره ببینیم، مثالم با هم بهش توجه بکنیم. پس هدف امروز ما در حقیقت اینا هستش. کلن سورس ریپورت شما، چون ببینید کیس نریتیو مثل کیس ریپورت میمونه. مقاله کیس ریپورت چیه؟ میاد در حقیقت چاپ میکنه که آقا ما یه مریضی دیدیم، مثلا بهش آمپول ترامادول زدن، سیجر کرد، مرد، دور از جون. یعنی میخوام بگم کیس نریتیو شبیه کیس ریپورته. خب سورس اطلاعاتتون از کجا میاد؟ یا شما یه دارید یه کلینیکال ترایال میکنین، وسط اون یه دفعه یه کیسی پیدا میکنید که باید ادورس دراگ ایونتش نریشن داشته باشه، روایتش ثبت بشه، یا یه اسپانتینس ریپورتی برای شما اومده، یعنی یه کارت زرد اومده یا یه پزشکی بهتون زنگ زده، داروخونه زنگ زده که ببین مریض اینو استفاده کرده اینطوری شده، سورسش میشه اون، یا خود بیمار یه طوری با شما تماس برقرار کرده، مثلا کانتکت داشته از شما و بهتون اطلاعات داده. یه جاهایی هم شما دارید مطالعه پست مارکتینگ سروایلانس انجام میدین و تو اون پست مارکتینگتون یه دفعه یه کیس ادورس دراگ ایونتی پیدا میکنید که باید نریشنش ثبت بشه. کلن بریم سراغ این که مطالعات کلینیکال مثلا نریتیو واش چطور میتونه باشه. اصلا کیس نریتیو چیه؟ یک خلاصه دقیق قمه فی قیاسه، یعنی شما یه متنی دارین که خیلی دقیق و مدیکال توش به صورت خلاصه نوشتین چه اتفاقی افتاد. نریتیو یعنی روایتی، یعنی قصه‌ای. خب که ترتیب کرونولوژیک داره، یعنی همونطور که عرض کردم مثل قصه چوپان دروغو، اول اینجوری بود بعد اونجوری شد بعد اینطوری شد، یعنی شما کیستون رو از اولش میگید به آخرش، اوردر کرونولوژیک داره، زمان بندی توش رعایت میشه. نمیشه مثلا شما فکر کنید من میخوام به شما قصه بگم، دیدین این فیلم ها رو از تهش شروع میشه، میاد مثلا یه صحنه نشون میده آخر داستانه، بعد میره فلش بک میزن از اول توضیح میده میاد، یا یه سری جاهایی هستش که یهو وسط نریشن هی میره عقب میاد جلو، شما آخرش تازه میفهمی توالی زمانی چی شد. اونا تریک سینماییه، در کیس نریتیو جایگاه نداره. کیس نریتیو باید یه قصه باشه که از اول شروع شه، ادامه پیدا کنه، به آخرش تموم بشه. خب پس کرونولوژیکال اوردر هم باید رعایت بشه. بعد شما باید کلینیکال کورس بیماری که ادورس دراگ ایونت یا ادورس دراگ ریاکشن رو تجربه کرده توش بنویسید، یعنی قصه، هر قصه نمیتونه باشه، قصه یک ادورس دراگ ایونت یا ریاکشن هستش، یه حادثه ناخواسته دارویی یا یک واکنش ناخواسته دارویی رو شما توی این نریشن میگنجونینش. مثلا کیس ریپورتی که یه دونه مریض خاص دیدید که مثلا یه جور واسکولیت بدون ارتباط به دارو داره، کیس نریتیو ما نیست. حتما باید شما یه شکی دارید که داروی شما این کارو کرده باشه. ممکنه که توالی قصه تو اون مورد هم شبیه این باشه، ولی اون دیگه کیس نریتیو ایدی نیستش. خب حالا راجع به این که چه چیزهایی، خدا رو شکر ممنونم خانم دکتر، من آخه یهو وارد داستان شدم، شما حق داشتین که گیج بشین چی شد. حالا راجع به این که چه چیزهایی لازم هست
که حتما کیس نراتیو داشته باشن، ICH قانونش اینه که همه سیریس ریاکشن هاتون داشته باشه این مطلبو. حالا بر حسب اینکه شما پالیسی در حقیقت رگولیتوریتون چی هست، چه اگر مشغول به کار در یک کمپانی هستید، چقدر اگر مشغول به کار در یک سیستم فارماکوویجیلانس هستید، در یک وزارتخانه هستید، هر جا که هستید نگاه کنید ببینید پالیسی اونجا چیه. ولی معمولا همین سیریس ریاکشن ها رو قبول دارن، یعنی میگن کیس نراتیو برای یک ADE سیریس باید ثبت بشه. چرا این کارو میکنیم؟ میخوایم فهم کیس رو راحت کنیم. خلاصش قصه بگیم که آقا برای این مریضه چه اتفاقی افتاد. هدف اصلیمون اینه که همه اطلاعات مربوطه رو به صورت سامرایز شده، خلاصه شده داشته باشیم که هر وقت که میخوایم این ایدیا رو بررسی کنیم دیگه گیر نیفتیم چی شده بود. الحق و الانصاف فرم زرد خوبه ولی قصه نیست. یعنی ممکن شما وقتی که حالا یه سوالی برات پیش بیاد گیر کنی و اصلا دلیلی که اونجا کانتکت شما رو و کانتکت بیمار رو داره همینه. بلکه اگه یه جای گیر کردیم نفهمیدیم چی شد از سورسش کمک بگیریم. ولی دیگه کیس نراتیو باید یه طوری نوشته شده باشه که همه قصه رو البته مربوط و البته خلاصه توش داشته باشه. یه نفر خوند از اول تا آخر بفهمه واقعا برای مریض چه اتفاقی افتاد. در صورتی که شما مدیکال پروداکتتون توی سیستم دیتیلی داره باید ثبتش کنید. یعنی در حقیقت توی کیس نراتیو که یک قسمت رگولیتوری ریپورت هستش برای ADR، هر جور چیزی که مربوطه راجب مریض، مثلا آقا نژادش چیه، نمیدونم، ممکنه مربوط باشه که وزنش چجوریه، هر چیزی که به نظرتون، هر دیتیلی که راجب کیس به نظرتون میتونه کمک کننده باشه باید ثبت بشه. ولی حواسمون باشه که خلاصه باید باشه. حالا با هم میبینیم که مصداقش چیه ها. من فعلا نکته نکته دارم عرض میکنم خدمتتون که چه چیزایی میخوایم بگنجونیم. خلاصه بگم شما یه سری اطلاعات رو اونجا میگنجونین که برای ارزیابی کیس لازم باشه. شما وقتی میخواید اون کیس رو بهش فکر کنین، درکش کنین، ارزیابیش کنین، دیتای موجودتون تو نریشن نوشته شده باشه. ببینین نراتیو یک کامپریهنسیو استندالون مدیکال ریپورت هستش. یعنی چی؟ یعنی که اگر که همونو تکی خوندن بفهمن قضیه چی شد. هدف ما دقیقا اینه که فردی که یه نگاه بهش میندازه متوجه بشه که چه اتفاقی افتاده بوده برای فرد، ضمن این که بفهمه آقا چی رو میخوای قصتش رو بگی و چرا میخوای قصتش رو بگی، که حالا در دیدن نوشتارش یه کمی این براتون ملموس‌تر میشه که صحبت من از این داستان میخواد انتقال کنه. خب شما وقتی که نراتیو رو مینویسی، خب به چه دردی میخوره؟ به درد این میخوره که اگه کیس میخواد ارزیابی بشه کمک کننده باشه. حالا چه کسایی ممکنه که بخوان ارزیابیش کنن؟ تو کارخونه سازنده اون دارو، حالا یا کارخونه توزیع کننده اون دارو، پزشکاش، هر گونه از کارمنداش ممکنه نیاز داشته باشن اونو اسس کنه. اگر که توی طرح تحقیقاتی هست، اینوستیگیتور ممکنه که میخواد اونو اسس بکنه. کمیته اخلاقی که مطالعه شما رو تحت نظر داره ممکنه سر دیتا احتیاج داشته باشه که میتونه اون کیس دریشن تو رو ببینه. اتوریتی ها، حالا مثلا معاونت قضا دارو، نمیدونم، دفتر مطالعات بالینی وزارت خونه، یا هر جایی که اتوریتی هست که در حقیقت نظارت داره میتونه مخاطب نراتیو قرار بگیره. همون جورم هر کسی که لازم داره راجع به کیس اطلاعات داشته باشه. خیلی نوشتن نریشن میتونه به تو کمک کنه که سیگنال دیتکشن انجام بدید. یعنی یه جایی که یه دفعه یک پرابلم نگران کننده میبینید متوجهش بشید، ریس فاکتوراشو پیدا کنید، مثلا ببینید که آقا
همه کسی که اینطور شدن کنارش فلان دارو رو هم استفاده میکردن. مثلا مثال میزنم، بیمارتون داره درمان ونلافاکسین میگیره، بعد تشخیص تیبی براش میذارن، پیرازینامید هم داره، الان ونلافاکسین هم میگیره، یه دفعه شما ببینید اوه فردا فشار خون این مریض شد 18، بعد اینو نرشتنشو مینویسید، مثلا مجبور شید بیمارستان بستریش کنید، فشارشو بیارید پایین، مریضی بوده که فشارش پایین بوده. خب بعد یه دونه دو تا دیگه مریض اینطوری هم ببینین، متوجه میشید که این دریافت همزمان ونلافاکسین کنار داروهای مثلا سل به خاطر اون خاصیت ماینهیبیتوری و اینا میتونه ریس فاکتور باشه. پس توی سیگنال دیتکشن، توی پیدا کردن ریس فاکتورها میتونه برای شما کمک کننده باشه. خب ببینید، وقتی شما مینویسید این قصه رو، یهو متوجه میشین من مثلا میگم زمان شروع اون یکی دارو رو نپرسیده بودم مثلا، یا اینکه متوجه میشم که مثلا راجع به اطلاعات مریض یه دو روزشو ندارم، نمیدونم بهتر شده بوده بدتر شده بوده چه اتفاق براش افتاده بوده. چون با کرونولوژیکال اوردر به صورت قصه که می نویسین، اون قسمت های میسینگ دیتاتون در میاد، متوجهش میشین. ضمن اینکه سورس داکیومنتیشن و دیتا بهتون کمک میکنه که اگه یه اطلاعات فالو آپی از قبل بدودینش میس نشه و اون اطلاعات رو هم به دست آورده باشید. از طرف دیگه میتونه بهتون کمک بکنه که یه سری اطلاعاتی رو پیدا کنید که
بعد اینجوری شد، بعد اصلا کهیر مقاوم درمان داده، بعد مثلا این کار کردن بعد خوب شده. یعنی کل دیتیل واکنش رو باید ذهن کنیم. و اینکه درمانی که من بهش دادم، آقا مثلا من دارو رو قطع کردم، بعضی جاها درمان میکنیم، بعضی جاها میگین آقا من هیدرش کردم، مریضه به نظرم هیدره نبود، من کاملا هیدرش کردم، این میشه درمان شما. یه جایی میگه آقا من بهش مثلا اورودزوکسیکولیک اسید دادم، یه جای دیگه میگین که من به بیمار در حقیقت لازیکس تجویز کردم. حالا هر چی، هر درمانی که برای اون عارضه براش گذاشته بودید رو باید ذکر کنید. بعد از اون action taken with study medication، همونه که عرض کردم که آقا دارو رو قطع کردم، دوزش رو پایین آوردم، هیچ کاریش نکردم، فقط فالوش کردم. یعنی باید حتما ذکر بشه که من با اون دارویی که به شک داشتم چی کار کردم. لب دیتا هاتون، دایگنوستیک تستاتون، آقا مثلا تست تیلتش تغییر کرده بود، نمیدونم بابنسکی داشته یا نداشته، سطح سدیم پتاسیمش چجوری عوض شده، سیریسنس توسط اینوست بروز این عارضه میخونده، عارضه در زمینه دیگه توجیه پذیر نبوده، حالا یا هر قصه که اون اینوستیگیتورتون ذکر کرده بوده. بعضی وقتا قصه اونو نمیدونید، فقط میدونید اون پاسیبل گفته بوده، پراببل گفته بوده، هرچی مینویسین که واکنش توسط اینوستیگیتور به صورت مثلا پاسیبل گفته جی که آقا چون که مریضه سابقه قش کردن و قبلا هم داشته
ممکنه این قش بیمار در زمینه همون سابقش باشه که مثلا وقتی که فشار عصبی بهش وارد می شده فینت می کرده. خب. یا مثلا ممکنه این در زمینه ترک داروهای دیابتش بوده باشه. یا این ممکنه در زمینه بروز وجود آتروسکلروز تو بدنش باشه. هرچی. هر پاسیبل آلترنتیو اکسپلانیشنی برای اون ایونت. یعنی هر توجیه دیگه ای که به نظر شما میاد که ممکنه که اون واکنش در اثر اون اتفاق افتاده باشه. رایتینگ استایلتون چطوری باید باشه؟ حتما سوم شخص و حتما گذشته، چون شما دارید قصه میگین دیگه، یکی بود یکی نبود، یه روزی یه فلان چیزی بود که، یعنی حتما شما راوی هستید، قلم به سوم شخص نوشته میشه و حتما هم پست تنس استفاده میکنید. اینجوری: The patient experienced, the patient was treated with, the reported stated that, laboratory results were. یعنی شما دارید توضیح میدین که آقا بیمار این رو تجربه کرده بود، تجربه کرد، بیمار با فلان دارو درمان میشد، گزارشگر بیان کرده بود که نتایج آزمایشگاهی اینطوری بود. یعنی شما برمیگردید به قدیم. وقتی که ممکن هست بعضی جاها این کلمات ریپورتر رو باید برای واکنش بنویسید، بهش میگن ورباتیم، یعنی هر چی که گزارشگر گفته بود اینن با این کلمات گزارشمون گنجونده میشه. به طور کلی ابریویشن در نریتیو جایگاهی نداره، مگر اینکه یه ابریویشنی باشه که خیلی دیگه استاندارده. هیچکی میلی گرم و دیگه واقعا کامل نمیشه میلی گرم. خب اکثرا مینویسن ام جی، ولی تا اونجا که ممکنه سعی کنیم از به کار بردن هر نوع ابریویشنی پرهیز کنیم. چرا؟ ببینین یه چیزی بگم، ابریویشن ممکنه برای شما که اون لحظه داری اون گزارش رو می‌نویسی خیلی ابریویشن روتینی باشه، ولی برای بقیه این کاربرد رو نداشته باشه و ممکنه، چون شما هدفت از نوشتن قصه مریض اینه که بقیه سر در بیارن چی شده بود، خب بعد ممکنه اینجا چون شما ابریویشن نوشی اونا به خطا بیفتن. یه مثال بزنم، ابریویشن MS یعنی چی؟ اگر شما یه جای کیس نریتیو من بخونید MS، فکر میکنین من چی میخواستم بگم؟ مالتیپل اسکلروزیس، دو تا فعلا رای داریم برای مالتیپل اسکلروزیس. همکارا من تنها نباشم، آقا دور خدا دو نفرتون گوش بدین، بقیه حالا مشغول به کارهای دیگری یا در ابر ذهنتون شناور باشید. به خاطر که من قصه نخورم میگم، آقا چون من نشستم جلوی کامپیوتر به امید اینکه یه سری آدم دیگه دارن حرفام گوش میدن. مرسی خانم دکتر سفید. ام اس براتون هیچ کلمه دیگه رو متبادر نمی‌کنه، همه فقط به مالتیپل اسکلروزیس فکر می‌کنن. قبول دارم، و البته شایع‌ترین تفکر مالتیپل اسکلروزیسه، ولی دیگه چه چیزای دیگه‌ای می‌تونه باشه؟ تو بیمارستان وقتی دارو اوردر می‌کنن می‌نویسن آمپول ام اس، اون ام اس چیه می‌دونین؟ مورفین سولفات. آفرین. پس یه جاهای مورفین سولفاته، یه جاهای، بله بله خیلی ممنونم، اصلا مثلا مولتی استاندارد ممکنه باشه. خانم دکتر محمدی من صورت رو متوجه نشدم، ولی همین میخوام ببینید که کلمات مختلفی برای ام اس استفاده میشه. مثلا بعضی جاها برای ماها خیلی ناملموسه، ولی بعضی جاها منیزیوم سولفات هم مثل مورفین سولفات ام اس میریسن. خب یه جاهایی ام اس یعنی ماسکولو اسکلتال، مثلا توی شرح حال
ماسکولو اسکلتارش مثلا درد فلانجا رو داشت یا مثلا درد مفصل فلانجا مشاهده میشد. خب ام اس یه جاهایی میشه میترال استنوزیس، یعنی تنگی دریچه میترال. خب ماسکولو اسکلتار رو گفتیم. خیلی تعداد کلماتی که برای ام اس ابریویت میشن زیاده. میخواستم بدونین به کار بردن ابریویشن میتونه خطا ساز باشه، چرا که تو ذهن شما اون کلمه خیلی هم روتینه ها. مثلا راستشو بگم، من خودم هم به خاطر اینکه نورو کار میکنم، ام اس اول تو ذهن من مالتیپل اسکلروزیس رو میاره بالا و دوم مورفین سولفات رو. خب ولی صرفا دلیلش اینه که من با این دارم بیشتر کار میکنم. منتال استاتوس، مرسی خانم دکتر زندی، دقیقاً یه جاهایی به جای جی سی اس مثلا می‌نویسن منتال استاتوس، اینجوری بود، دقیقاً همینطوره، ام اس بیمار اینطوری بود. خیلی ممنونم از اینکه اشاره کردین. باز خیلی شاید روتین نباشه ولی ممکنه اون فرد مثلا بچه‌ای که شیراز درس خونشونو خیلی عادت به انگلیسی نویسی پرونده دارن. خب و جالبه یهو شما یه چیزایی رو میبینین توی ابریویشناشون استفاده میکنن، چون پرونده رو بعد به انگلیسی مینوشته، تون تون هم بعد مینوشته. یه روتینایی داره که مثلا بچهای دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه ندارن، به خاطر اینکه اوردراشون رو قاطی فارسی انگلیسی میفتن، یا مثلا شرح حال بیمار رو دیگه تقریبا همه جا فارسی می‌نویسن، ولی شیراز به دلیل اینکه اساتید قدیمی داره، یا مثلا دانشگاه اهواز، بعضی موقع جندی شاپور اهواز شرایطشون یه طوریه که این، بعد اونجا که می‌بینی ای وای این فرق می‌کنه. در فالو آپ یک نریشنی به دست میاد و شما بخواید اضافهش کنید. آتی توش داده شده که این از نظر زمانی نزدیک آخر است، آخر نیست. خلاصش این که هر جا واردش کردین میتونید بولدش کنید و بنویسید که آقا این مثلا بولد شده فالو آپ بیمار بود. حالا
بستگی داره که شما اگه توی یک کمپانی دارویی هستید یا یک کمپانی اودیت کلینیکال ترایل هستید یا حالا هر چی، استاندارد شما چیه. خب حتما به همون استاندارد اضافه کنید. یه جاهای استاندارد اینه حتما نریشن جدید بنویسن، شما هم نریشن جدید بنویسید، بنویسید نریشن فالو آپ، نریشن شماره فلان. خب یه جاهایی ممکنه که اینطوری باشه که پاراگراف اضافه کنن تهش، شما هم پاراگراف اضافه کنید. یه جاهای بولدش میکنن، شما هم بولد میکنید. یعنی نگاه میکنید ببینید تمپلیت شما چیه، کمپانی شما چیکار میکنه، همون کار انجام میدید. اگرم شما قرار برای بار اول این نریشن ها رو توی سیستم جا بندازید، خودتون تصمیم بگیرید کدوم رو دوست دارید دیگه، از این به بعد اون میشه تمپلیت کمپانی شما، همیشه همونجوری انجام میشه. چه چیزای دیگه رو باید اد میکردیم؟ یکیش سورس ریپورت بود. خب اینجوری مینویسین: This report has been received from an investigator and describes مثلا anaphylactic reaction due to فلان دارو. میبینین؟ یعنی مینویسید past tense که این report از مثلا investigator دریافت شد، یا حالا مثلا ممکنه بنویسین This report has been received from the patient مثلا و describes که اینطوری، یا from a nurse مثلا، یا یک نرس بیمارستان و described فلان چیز. پس سورس ریپورت رو ذکر میکنید، هیچ اشکالی نداره با همین جمله عیناً بنویسید. امروز تو نریشن اصلا ما پلجریزم به این معنی نداریم، شما وقتی خواستید لطفاً بر ما یه نریشن بنویسید تو گروهتون، میتونید از همین جمله استفاده کنید که این ریپورت از مثلا توسط فلانی تبیین شده بود، با همین کلمات هیچ اشکالی نداره. بعد میریم سراغ پیشنت دموگرافی که دیتیل اطلاعات مریض رو میذارید. همون قصه ایدنتیفاینگ دیتاست دیگه. مثلا 58 year old female patient with مثلا history of multiple sclerosis since مثلا 2009 مثلا. یعنی قصه دموگرافی مریض رو میگنجونید توش. مثلا 58 years old female مثلا بعد توش ذکر میکنید که مثلا وزنش چقدره، قدش چقدره، نمیدونم بیمارتون مجرده یا متأهله، اگه ارتباط داره دیگه پروفشنش چیه، تو قسمت دموگرافیکش ممکنه که بگنجونید. و اگر نریشن شما تو زمینه یه مطالعه اتفاق افتاده، باید تایتل مطالعه باشه. خاطرتون هست گفتم استادی پروتکل شمارش بشه اینجوری میسیم، مثلا 58 year old female patient participating in a double blind study of drug X 200 میلیگرم دیلی. یعنی میگیم که توی چه مطالعه شرکت میکرده، مریضتون پشت ایدنتیفاینگ دیتاش میتونه این ذکر بشه. دیتیل ساسپکت دراگ رو چجوری مینویسیم که مثلا دارو چی بوده، بلایند بوده یا نبوده، چند وقت این دارو رو گرفته بوده. مثلا مینویسیم که بیمار به صورت بلایند دارو یا پلاسبو دریافت میکرده، بعد از مثلا 6 هفته از مصرف دارو این مسئله دیده شده. concomitant medication هاشو می نویسین، مثلا the patient was also received داروی ایگرگ و داروی زد و داروی بی، یعنی اونام ذکر میشه. اگه می دونیم دقیقا چند میلی گرم چند وقت اینا، اونم خب میشه ذکرش کرد. و medical historyش هم که عرض کردم چند سال مثلا از سال 2006 تا الان MS داره مثلا، اینو میایم ذکر میکنیم توی narration که راجع بیمار می‌نویسیم. خب بریم سراغ تمپلیت ها. مثلا میاد میگی که اولش ورباتیم ای ترمو می‌نویسیم، مثلا نوشته بوده که آنافیلاکتوید ریاکشن، همونو بالاش می‌نویسید. خب بعد می‌نویسیم پایینش که a report has been received from an investigator regarding a 24 مثلا الکی دیگه دارم سن میذارم جاش ایجشو. خب بعد مثلا ریسش رو می نویسین، مثلا افریکن امریکن، جندرش رو می نویسین
الان صدای بنده رو دارین؟ بله، ببخشید چون اینترنت اینجا یه ذره آن استیبل بود، من از هات اسپات گوشی استفاده میکنم. گوشی که زنگ میخوره ممکنه چند ثانیه قطع بشم. الان امیدوارم که مجدد کسی منو نگیره با تلفن و بتونیم راحت ادامه بدیم. عرض میکردم خدمتون که مثلا مینویسین که who was receiving verbatim، یعنی اسم آرزه رو مینویسین با همون کلامی که اینوستیگیتورتون نوشته بوده، while receiving مثلا patient was participating in مثلا the study of levetiracetam on مثلا alcohol withdrawal. Study protocol title تونم میتونین بذارید. خب، و اگر که مریض تو داروهای دیگه استفاده میکرد مثلا مینویسین additional study medication included، مثلا اون پروداکت هایی که بیمارتون داشت استفاده میکرد رو توش سلایدا به شما ارسال میشه. شما میتونین دقیقا از همینا استفاده کنین. اگر نگرانین برای نوشتن که وای من باید انگلیسی جمله بنویسم و اینا، قشنگ از همین تمپلیت ها استفاده بفرمایید. در مورد نریشن اشکالی نداره و این اصلا پلجریزم حساب نمیشه، و مگر اینکه معنی اون چیزی که شما میخواید بگید و عوض کنه ها، اون وقت دیگه خب از تمپلیت استفاده نکنید. ولیکن معمولا نریشن تو همین فرمت جا میشه دیگه، یه جاهایی هست خودتون باید جمله‌های خودتون استفاده کنید. خب what part of the study the patient was in when قصه اتفاقم باید دقیق ذکر بشه. مثلا نگاه کنید تمپلیت رو، آن تاریخ رو می نویسین، بعد مثلا اگه لازم بوده تایم آنستش رو می نویسین، مثلا ارلی مورنینگ بوده، نمیدونم ساعت 2 بعد از ظهر بوده، هر چی. خب after commencing therapy with مثلا اسم داروه، describe progression of event، و توضیح میدید که مثلا اینجوری شد، بعد دندونش بدتر شد، حالا یا هر اتفاقی افتاده بود. پس تاریخ دقیق اگه میدونین دقیقاً زمانی که اتفاق میفته و اینکه مثلا با شروع دارو بوده یا نه، در زمینه مثلا 2 هفته بعد مصرف بوده، هرچی اونو اونجا ذکر میکنی. بعد 2 مرتبه یادتون باشه، ممکنه با یه ادبیات دیگه داروی همراهش رو اینطوری بنویسید، مثلا concomitant medication included مثلا لوزارتان 50 میلی گرم twice daily، نمیدونم آسپرین 80 میلی گرم once daily، یعنی داروی دیگه‌ای که داره استفاده میکنه رو هم ذکر میکنیم، و medical history بیمارم ذکر میکنیم. آقا مثلا این بیماری بوده که اصلا کیس هایپوتیروئیدیه، بیماریه که کیس بایپولار مود دیزوردر، حالا هرچی، هر چند تا بیماری همراهی که داره می‌نویسین، یا مثلا می‌نویسین the patient had no other medical illnesses، یا there was no other medical illnesses reported for the patient، مثلا حداقل تا اونجا که من میدونم بیماری دیگه ای نداشته. قصه داریم میگیم دیگه، اینا راجع بهش ذکر میکنم. بعد اون لب دیتا یا دایگنوستیک تستا رو مثلا میذارید، مثلا چه میدونم هموگلوبین دارید، کراتینین دارید، دبلیو بی سی کانتشو دارین، نمیدونم نوتروفیل رو دارین، اینا رو براش
ذکر میکنین. بعضی موقع هم واکنشتون یه طوریه که اصلا لب دیتای مربوطی نداریم، خب چیزی نمیذاریم. اگه درمانی یا هر در حقیقت راهکاری بر کنترل واکنش گذاشته شده براش ذکر میکنیم، مثلا the patient was treated with morphine، مثلا اون که با درد اومده بوده مثلا بهش مورفین زدیم 3 میلی گرم مثلا آی ام، اینجوری براش ذکر میکنیم که چه درمانی براش گذاشتیم. یا the patient was treated with مثلا استامینوفن 500 میلی گرم هر 6 ساعت مثلا، یه همچین چیز. و ببینین باز دو مرتبه تمپلیت رو ببینین، آن تاریخ رو می‌نویسین، the patient's laboratory test results were noted to be مثلا کراتینین 3 نمیدونم، حالا واحد آزمایش هم بهتر که بذارید، نورمال رنجش هم بهتر بذارید. مثلا میگم بعضی موقع یه آزمایشی هست با واحدهای مختلف نورمال رنجای مختلف داره، خب باید ذکر بشه. مثلا قند خون رو ما میلی گرم پر دسیلیت گزارش میکنیم ولی میلی مول پر لیتر هم داره. مثلا این دستگاه تست قند خون اگه درست نذارید با سیستم SI بهتون بده میلی مول پر لیتره، بعد مثلا مریضه قند خونشون تو اومده 11 میگه وای قندم 11 است، در صورتی که اگه به میلی گرم تبدیل کنید خیلی بالاست، ممکن اشتباه بشه. پس یونیتش و نورمال رنجش هم ذکر میکنید. مثلا می‌نویسیم که آن تاریخ رو می‌نویسین، relevant diagnostic procedure رو می‌نویسین، مثلا چه می‌دونم MRI اکو نمیدونم فلان were profound and مثلا نمیدونم فلان ریزالت رو گرفتیم، مثلا بیمار یه دونه زخم داشت تو جدار رودش مثلا با اندوسکوپی پیدا کرد مثلا، یا نمیدونم تو اکوش ایجکشن فرکشنش مثلا 30% بود یا هرچی، یعنی ریزالتی که از اون پروسیجر به دست اومده براش دکت میکنیم. پروڈاکت واز مثلا دیسکانتینیود یا پروڈاکت واز مثلا استاپت، یا یه جای دیگه مثلا میتونید بگید که پروڈاکت واز کانتینیود اصلا قطعش نکردیم، یا پروڈاکت مثلا the dose of levetiracetam reduced to مثلا 500 میلی گرم دیلی. یعنی هر کاری که اکشنی که برای اون دارو انجام دادین اینجا ذکر میکنین. And the patient was treated with مثلا چه میدونم همون استامینوفن، یعنی یه درمانی که برای مریض کردیم رو هم ذکر میکنین اینجا. Action taken ممکنه باشه no action taken، یعنی هیچ کاری نکنین دارو رو ادامه بدید. ممکنه که شما موقتا مثلا the medication was temporarily suspended for مثلا 1 week، یا ممکنه کلا قطعش کرده باشید یا دوزش کم کرده باشید، اینا رو می‌نویسین. If the drug was stopped temporarily or permanently provide de-challenge and re-challenge information. منظورم چیه؟ منظورم اینه که اگه یهو شما مثلا دارو رو قطع کردید بعد هفته بعد شروع کردید، بعد بنویسین دوباره چی شد، هیچی نشد، مریض راحت داروش رو ادامه داد، دارو رو که گذاشتم بدتر شد، اصلا این دفعه در جا واکنش نشون داد، دارو رو که گذاشتم مثل دفعه قبل بعد یه هفته دوباره واکنش نشون داد، هرچی. اینا اون چیزایی که ممکنه یه موقعی فالو آپ کنید. مثلا نوشته بودید که دارو رو موقتا قطع کرده بوده تو متن نراتیو، همینی که می‌نویسی میگه ای خب پس من نپرسیدم که دوباره شروع کرد چه اتفاقی افتاده، بعد زنگ می‌زنید پیگیری می‌کنید فالو آپ می‌کنید می‌فهمید که ای اون موقع که قطع کرده بودن دوباره شروع کردن مثلا مریض خوب بوده یا مریض بد بوده، این فالو آپ اینفورمیشنه. حالا که دارید ادش می‌کنید تو نریشن میرین همون جایی که دوباره شروع کرده از نظر کرونولوژی تو متن، بعد اونو مثلا با خط بولد اضافهش می‌کنید، یا میدید ته پاراگراف می‌نویسید ای من بعداً رفتم مریض رو به پیگیری کردم فهمیدم اون موقعی که دارو رو دوباره شروع کرده بودن فلان اتفاق افتاد، یا دارو رو قطع کرده بودن فلان اتفاق افتاد، حالا هر کدوم، یعنی به هر حال دیتا دی چالنج ری چالنج باید ذکر بشه. و آوتکام ایونت مثلا on 28 اکتبر 2009 the event was considered resolved یا recovered and the patient was discharged from hospital. Or at the time of this report, the event was ongoing. یعنی هنوز مریض اون مشکل رو داشت. یا at the time of this report,
The event was not resolved. یعنی اون موقع که اینو نوشتیم که بعد اینو می‌نویسی میگه اه خب من برم بررسی کنم بعدم ببینم که الان چه جوریه یا 6 ماه دیگه برم بررسیش کنم ببینم که خوب شد یا نه هنوزم the event was ongoing. خب بعد ذکر میکنید که مریض تو مطالعه موند یا خارج شد و اگر بیمارتون فوت کرده حتما هر اطلاعاتی که راجع به اون مسئله دارید و ذکر میکنید برای بیمار که خیالتون راحت باشه. نگاه کنید مثالشو treatment with مثلا اسم داروتون was مثلا discontinued یا was continued یا حالا هرچی. خب the relevant مثلا outcomeشو می نویسین after مثلا اینقدر days or at the time of this report the event was حالا ongoing یا the patient was discharged مثلا تاریخ فلان همینجوری ذکرش میکنید. اگر هم که re-challenge داشتین مثلا می نویسین که the challenge information was as follow مثلا when the medication stopped the patient started to get well after 3 days and there was no sign of reaction after 5 days and the patient discharged مثلا. خب یا مثلا re-challenge after starting the medication with the dose of 50 میلیگرم after 2 weeks مثلا the patient doesn't experience any reaction یا اصلا the patient مثلا had anaphylactic reaction حالا یا هرچی. یعنی قصه ای که برای مریض اتفاق افتاده در اثر اون حادثه رو ذکر میکنیم. باز اینجا تمپلیت داریم شما نگاه کنید که چجوری مینویسیم برای بیمار. این دوتا تمپلیته که به شما ایده میده که چطور میشه اینو توی گزارشتون ذکر بکنید. قرار شده بود که سیریسنس هم درج کنین دیگه. مثلا مینویسیم که the investigator reported the reaction as serious as a result of hospitalization after experiencing مثلا the reaction. خب و causality assessment رو می نویسین the investigator considered the event to be related to مثلا levetiracetam or not to be related to levetiracetam یا considered the event as possible for مثلا داروی X یا considered the event certainly related to drug X مثلا اگه می دونین چرا می نویسین because of مثلا دلایل بیمار ریپورترتون رو توش ذکر میکنید. خوابتون گرفت؟ هستین؟ نوشتن بورینگه برای شما یا نه؟ خب در مورد باز دو مرتبه تمپلیت رو ببینین. The investigator considered event as serious due to مثلا می نویسین خطر حیات مرگی که برای بیمار داشت یا due to hospitalization یا هرچی و مثلا ربطش میدید به دارو حالا بر اساس مشکل که بیمار داشته. مرسی خانم دکتر قیاسی که بیدار بیدارید ممنونم. حالا هر جور اطلاعات مثلا میگم شما نگاه میکنید احساس میکنید آقا به نظرتون واکنش پاسیبله چون مریضتون فلان اطلاعات بیسلاین هم داشته. بعد بین ذکر میکنید مثلا another alternative causality that can express the reaction can be مثلا our patient had the history of فلان. توضیح میدین که آقا من فکر میکنم این میتونه به اون مثلا ربط داشته باشه. چرا؟ چون دقت کنین مریض من مثلا فلان مشکلم داشته. یعنی توضیح میدین که آقا به نظر من این ممکنه به یه چیز دیگه‌ام رفت داشته باشه. اگر کد رو باز کردیم بعضی موقع وسط مطالعه وقتی یک سیریس ریاکشن اتفاق میفته تو استادی پروتکلتون نوشتیم که اگه فلان اتفاق بیفته من باید کد رو باز کنم. بذارید من یه مثال شخصی براتون تعریف کنم. ما یه دونه مریضی داشتیم توی مطالعه‌ای که بیمار خودش رضایت داده بود وارد مطالعه شده بود کانسنت فرم هم امضا کرده بود. خب بعد از ظهرش پسر بیمار اومده بود بیمارستان با بیمار خیلی برخورده بعد که تو بیخود کردی قبول کردی چرا اینا امضا کردی و اینا الان تو رو موش آزمایشگاهی کردن. خلاصه رفته بود دفتر
در حراست بیمارستان و شکایت و شکایت بازی و اینا که آقا برای چی به مریض من اینو دادین، حالا بابا مادر شما عاقله، بالغه، مثلا اینقدی سالمند نیست، خودش برای خودش تصمیم میگرفته. خلاصه پسر بیمار کوتابیا نبود و اصرار و خلاصه بیمارستان ما رو مجبور کردن کد رو باز کنیم بشکنیم ببینیم این مریض دارو بوده یا پلاسبو. خب اونجا باید شما تو نریشنتون بنویسیم که مثلا کد رو شکستیم، حالا به خاطر اینکه تهدید کننده حیات بود و نگران بودیم، یا به خاطر لیگال مثلا اوردری که به ما داده شد که کد رو باز کنیم یا هرچی. پس اگه کد باز شده باید تو نریشنتون بنویسیم که کد رو باز کردیم. بعضی موقع هم واکنش سیریسه، ولی چون تو دامنه یا چیزای دیگه قابل توجیهه، ممکنه بر اساس تصمیم گیری شما یا استادی پروتکل نیازی به شکستن کد نباشه. اونجا نریشن رو می‌نویسیم که آقا من مثلا به این دلیل فعلا این کد رو وا نکردم. بعدن آخر مطالعه که کد باز شد، اون وقت میایین تو فالوآپتون می‌نویسین یا ته نریشنتون می‌نویسین آقا مثلا 6 ماه بعد این کد باز شد، فهمیدیم که این مریضمون مثلا داروی پلاسبو تو گروه پلاسبو بوده یا تو گروه دارو بوده، هر کدوم. و از اون طرفم شما باید تهش اون توضیح خودتونم بنویسین، مثلا می نویسین که the investigator considered اینجوری، the company considered اینطوری. مثلا شاید بعضی موقع نظرتون با اینوستیگیتور یکی باشه، بعضی موقع نظر تو کاملا فرق داشته باشه، بعضی موقع نظر شما چون اومدی کاملا اسسش کردی دیگه یه چیزای اضافه بر اینوستیگیتور داشته باشه. اونجا تهش می‌نویسی که آقا تهش نظر اینوستیگیتور چی بود، نظر کامپانی چی بود. بهتون هست گفتم بعضی موقع ها تو کرونولوژیکال اوردر پاراگراف آخر شما نمیشه فالوآپ، به خاطر همینی که شما تهش توضیح و توجیه اینوستیگیتور هم داری، توضیح و توجیه خودتون هم داری. خب بعد ممکنه این از نظر کرونولوژیک ربطی به اون نداره دیگه، به خاطر این یکی از اون دلایلیه که ممکنه پاراگراف آخرتون نباشه. خب کمپانی کامنتس یا کمپانی اسسمنت، دو نقطه. The available preclinical data does not suggest a possibility that the study drug would include مثلا فلان مورد، or as only limited information has been obtained so far, this is difficult to access the cause and the effect. نمیتونم مطمئن باشم آقا من به عنوان کمپانی نفهمیدم ربطی داشت یا ربطی نداشت. پس توجیه خودمونم اون آخرش باید ذکر کنم. خب تمپلیت رو ببینیم. The treatment code was unblinded and the patient was found to be receiving مثلا study drug دوز فلان با این فریکونسی یا پلاسبو. اگه باز کرده بودید کدو، اگه باز نکرده بودید بلاندینگتون با نشده. و مثلا برای دیتای چیز می‌نویسین فالو آپ ریسیوید مثلا 20 اکتبر 2021، بعد توضیح میدین که چی گرفتین، دیتایی که گرفتین. Information has been incorporated into the narrative. حالا حتی میتونید بنویسین as bold in the text یا as a separate paragraph at the end of the text، هرچی. یعنی میگین که آقا من یه فالو آپی که فلان روز دریافت کردم و چجوری اینسرت کردم، یا حتی میرین تهش میدونیسین که information was reported in a new case narrative، شمارش رو مینویسین. بعد تو اون new case narrative هم شماره این یکی case narrativeتون رو مینویسید که مثلا چی دریافت کرده. یه سری چالش داریم. تا اینجاش کلیر بود؟ سوالی دارین همکارا؟ سوال ندارید؟ خب عالی. خوب این چالش دارم ادامه بدیم یا مثلا یه 3-4 دقیقه فرصت نفس میخواین؟ در حد 3-4 دقیقه اگرم فرصت نفس بخواین، چون میخوایم که بحث رو ادامه بدیم. اگه نیاز انساشین به خاطر خواهیم دو 8 دقیقه. الان 10:04 است، 10:09 برمیداریم. باشه یه چند دقیقه مثلا پاشین یه